به نام ایزد منان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. اشرف غنی به CNN: اگر دکتر صاحب عبدالله برنده انتخابات گردد، اولین شخص خودم برایش تبریک خواهم گفت. این در حالی است که چند قبل نیز امرالله صالح معاون اول تکت انتخاباتی تیم دولت ساز گفته بود به اراده ملت و قاعده بازی احترام بگذارید. امرالله صالح معاون اول اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری برود دوشنبه 8 میزان در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از انتخابات از تیم رقیب خواست که به اراده ملت و قاعده بازی احترام بگذارند. معاون اول دسته انتخاباتی دولت ساز تاکید کرد که تنها نهادی که حق داوری برد و باخت را دارند کمیسیون‌های انتخاباتی است. آقای صالح به ادعاهای دکتر عبدالله نامزد رقیب اشاره داشت که در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که رای ما بلند است و افزود که نتایج رسمی را کمیسیون انتخابات اعلام می کند، ولی آنچه که مشخص است ما با رای بلند آمده ایم. آقای صالح تاکید کرده است که نه خود و نه به تیمهای رقیب اجازه نمی دهیم که داور انتخابات شوند و به جای کمیسیون های انتخاباتی درباره انتخابات داوری و قضاوت خیابانی کنند. آقای صالح درباره اظهار نظر اخیرش با صدای امریکا که مدعی پیروزی شده بود نیز گفت که آن مصاحبه صرفاً گمانه کامپاینی بر اساس معلومات پراگنده درون تیمی بوده است. آقای صالح تاکید می کند که مشارکت مردم در انتخابات مشروعیت آفرین است. تنها مرجع رسیدگی به شکایات کمیسیون شکایات انتخاباتی است و دسته انتخاباتی دولت ساز نیز صدها شکایت ثبت کرده است. آقای صالح اضافه می کند که این دسته انتخاباتی حدود 100 تن را در جریان کارزارهای انتخاباتی قربانی دادند. فدریکو موگوینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در بیانیه تاکید کرد که اعلام نتایج انتخابات از وظایف کمیسیون‌های انتخاباتی است که باید بی‌طرفانه، شفاف و بنا به قوانین انتخاباتی افغانستان به انجام برسند. روز گذشته سفارت بریتانیا در کابل نیز از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواسته بود که از اعلام پیروزی زود انگام خودداری کنند. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید روز دوشنبه مهلت دریافت شکایات انتخاباتی به پایان رسیده و سر از سه شنبه 9 میزان این کمیسیون رسیدگی به شکایات را آغاز می کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی در کنفرانس مطبوعاتی گفته که نامزدان و نهادهای مرتبط با انتخابات و کارمندان انتخاباتی ما و ناظران بین المللی تقلب‌های مشهود فرستادند. 2569 مورد شکایت تا قبل از روز دوشنبه 8 میزان به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده. 954 مورد شکایت از کابل، 402 هرات، 132 مورد شکایت در جوزجان و باقی شکایت ها از دیگر ولایت ها است. این کمیسیون میگوید مطمئن باشید که حتی یک رای تقلبی باشد با آن رسیدگی می شود. شکایت های عمده کار نکردن دستگاه های بایومتریک، نبود اسم در فهرست رای دهندگان بوده که سبب شد برخی از رای دهندگان قادر به رای دهی نشوند. ویدیوهای تقلب که در شبکه های اجتماعی نشر شدن نشان می دهد که برخی به تمامی وسایل و مواد حساس انتخاباتی دسترسی پیدا کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی در مرحله اول شکایت ها را به صورت شکلی و محتوایی دستبندی و تجزیه و تحلیل کرده و جرایم تخطی و تخلفات و بی‌نظمی های انتخاباتی را تفکیک می کند. تمامی مراحل رسیدگی به شکایات در حضور ناظرین داخلی و بین المللی صورت می گیرد. عبدالله رئیس اجرایی و از نامزدان پیشتاز در کنفرانس مطبوعاتی نیز تاکید کرد بر رسیدگی شکایات انتخاباتی نمود. آقای عبدالله گفت که مشکلات نیز در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت که نباید وجود می داشت. او از جمله نبودن فهرست رای دهندگان را در بخش از محلات از جمله مشکلات عنوان کرد و مدعی شد که شماره از کارمندان دولت در روند انتخابات دخالت کرده که باید برخورد قانونی با آنان صورت بگیرد.
اما دکتر عبدالله، آرای ما بلند است و انتخابات به دور دوم نمی رود. دکتر عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که رای تیم ثبات و همگرایی بالا است و حکومت آینده افغانستان را این تیم تشکیل خواهد داد. او گفته انتخابات به مرحله دوم نخواهد رفت. قبل از این امرالله صالح معاون اول آقای غنی نیز بر رسانه ها گفته بود که تیم او موسوم به دولت ساز برنده انتخابات افغانستان است. او در یک نشست خبری در کابل تاکید کرد که رای ما بلند است و افزود که نتایج رسمی را کمیسیون مستقل انتخابات اعلام می کند، ولی آنچه که مشخص است ما با رای بلند آمده ایم. آقای عبدالله تاکید کرد که او در دو روز گذشته مشغول بررسی نتایج انتخابات بوده و به این نتیجه رسیده که تیم او را رای بالا کسب کرده. او مدعی است که در انتخابات ریاست جمهوری به نفع رقیب او تقلب شده و آرای تقلبی باید باطل شود. او گفت که کمیسیون های انتخاباتی آرای بدون بایومتریک و ثبت نشده را لغو خواهد کرد. اما آقای عبدالله ادعا کرد که حتی با این وجود آرای تیم او بالا است. آقای عبدالله از کمیسیون انتخابات افغانستان خواست که فوراً دخالت مرکز ملی آمار یا احصایه مرکزی در روند درج جدول نتایج در مرکز ملی اطلاعات کمیسیون را متوقف و تنها شرکت آلمانی که دستگاه بایومتریک از آن خریداری شده در روند درج جدول نتایج نقش داشته باشد. ریاست اجرایی افغانستان انتخابات امسال را قدم در راستای مردم سالاری و ثبت رای مردم دانست و افزود که مشکلات نیز در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت که نباید وجود می داشت. او از جمله نبودن فهرست رای دهندگان را در بخشی از محلات از جمله مشکلات عنوان کرد. او مدعی شد که شمار از کارمندان دولت در روند انتخابات دخالت کرده که برخورد قانونی با آنان صورت خواهد گرفت. او گفت رای سالم ثابت و پاک مردم افغانستان سرنوشت را تعیین می کند. او گفت که حاضر به تشکیل حکومت ائتلافی همانند سال 2014 نیست که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد. آقای عبدالله گفت که مردم افغانستان علی خودکامگی، استبداد و تبعیض قومی رای دادند. او مدعی شد که در تیم رقیبش دولت ساز اختلافات و جنجال ها بر سر مصارف مبارزات انتخاباتی بروز کرده است. حبیب رحمان ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی گفت که هیچ نامزد حق ندارد که پیروزی خود را اعلام کند و کمیسیون انتخابات بعد از بررسی های همه جانبه در همکاری با کمیسیون رسیدگی به شکایات در نهایت نتایج انتخابات را اعلام خواهد کرد. مولانا محمد عبدالله یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز در یک نشست گفت که هدایات کتبی به ولایت ها ارسال شده تا تخلف تقلب و تخطی های انتخاباتی را مستندسازی کرده و با رهبری کمیسیون مستقل انتخابات شریک سازند. او گفت که مطابق به قانون و تقویم انتخابات نتایج اولیه در مراکز اعلان شده و قرار است نتایج ابتدایی در 27 میزان و نتایج نهایی در 16 عقرب اعلام شود. در همین حال کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی افغانستان نیز گفته که تا کنون 2569 شکایت به این کمیسیون رسیده است. بیشتر شکایت ها شامل کار نکردن دستگاه های بایومتریک و نبود اسم رای دهندگان در فهرست بود. این کمیسیون تایید کرده است که با تمام موارد تقلب و مشکوک اگر حتی یک مورد هم باشد رسیدگی خواهد کرد. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این کانال هستیم. لطفا نظریات خوب، نیک و مثبتتان را برای ما در کامنت بنویسید تا ما در آینده بتوانیم برایتان ویدیوها و محتویات بهتر تهیه نماییم. این بود ویدیوی امروزی. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.